خیلی ببخشید، زحمت دادیم بهت. خواهش کنم، خوش آمدید. خیلی خوش اومدید. خدا از آشنایی با شما بسیار خوشحال شدیم. بفرم، خواهش بفرم. خوش اومدید. خدا گفتین که یه دفعه رنگش مثل گچ سفید شد. چیزی که یه پدر قبل از ازدواج دخترش به یه خواستگار میگه. چی میگه؟ اگه قرار بود تو بدونی که وسط جمع بلند فریاد میزدم. باور کن منم نمیدونم قضیه چیه. آخه بابا خواهش میکنم بگید دیگه، بعد از حرفای شما یه دفعه به هم ریخت. اگه فکر میکنی حرف نامربوطی زدم، زنگ بزن از خودش بپرس. باشه، زنگ میزنم از خودش میپرسم. مانیکو همینجا رو بروت نشسته. خوبی؟ ما خوبی. چی شد؟ جواب نمیده؟ البته عجیب هم نیست، خانواده عاقلی داشت، احتمالاً بهش فهموندن که این لقمه‌ای که واسه دهنش گرفته خیلی گنده است. به نظر من تو هم دیگه خود کوچیک نکن. نه حتما صدای زنگ رو نمیشنبه وگرنه جواب میده. رضا جان، یه جا پاسته امیرالی پیاده شده به تلفنش جا رو بده. باشه چشم، همینجا برسه. بله. الو سلام، خوبی؟ ممنون، چیزی شده؟ شما باید بگید چی شده. بابام چی بهتون گفت؟ بذار روی اسپیکر، میخوام صداشو بشنم. امیر خان، دخترم فکر میکنه من به شما بی احترامی کردم. ایشونی چه حرف بدی من نزد. خیلی مهربون و دلسوز. من خودم اون تعجب کردم. واقعا؟ آره، پدرت دوست داره، میخواد که دامادش لیاقت دخترشو داشته باشه. من اصلا متوجه منظورت نمیشم. من باید لیاقتمو پدر شما ثابت کنم دیگه. حتما همینطوره. چشم. الو کنترل کن. دایید پادرمیونی کرد، من به احترام اون پاشدم اومدم، وگرنه من نمی اومدم، می دونستم آخرش چی میشه. هنوز که اتفاق نیفتاده،
باباش فقط یکم نگرانه. عجیبه؟ عجیب اینه که تو چشم و گوشتو بستی هیچ چیز نمیبینی. بابا جون، اینا نگاهشون به خانواده ما از بالا به پایینه. اینو خیلی ساده میشه فهمید. من که یادم نمیاد کسی اونجا به شما بی احترامی کرده باشه. امیرعلی جون، بحث بی احترامی نیست. هممون فهمیدیم استاد از ما خوشش نمیاد. راست میگه رضا. معلوم بود به خواستگاری فقط میخوام ما رو از سرشون باز کنه. ولی من همچین حسی نداشتم. میبینی خانم باز داره سماجت میکنه. لعنت خدا به شیطان. پسر جان، این چیزی که تو میخوای سرابه، پوچه، تو خالیه. هیچ وقت هم اتفاق نمیفته. آقا قاسم، با داد و بیداد و مرافق کاری درست نمیشه. ما قرار بود بریم خواستگاری که رفتیم. الان با دختر و پسر بشینن فکرشونو بکنن. ماشاءالله هزار ماشاءالله امیرعلی هم عاقل بالغ بچه نیست که. رضا جان بشین مادر، بشین بریم. امیرعلی بیا مادر. دست در نکنیم. بابا میشه چند لحظه با تون حرف بزنم؟ لابد بازم راجع این پسر است. نه راجع به خودتونم. راجع به من؟ آره میخوام بدونم شما که ناراضی بودین، شما که مشکل داشتید با امیرعلی، چرا اجازه دادید با خانوادهش بیان اینجا؟ برای اینکه تفاوت‌ها رو ببینه، چشم و گوشش باز بشه، بفهمه که این کتی که انتخاب کرده برای تنش خیلی گشاده. خودتونم خوب میدونید که امیرعلی با خیلی از پسرهای همسن و سال خودش فرق داره. بله میدونم، پسر خوبیه، با استعداد، کاربلد، ولی هر چقدر مغز بزرگی داشته باشه برای خانواده ما کوچیکه. اینه معیارتون واسه قضاوت کردن آدم ها؟ معیار من آینده توه، خوشبختی توه. الناز این ازدواج قناسه، اشتباه محضه. من واقعا درکتون نمی کنم. هر چیزی رو میشه درک کرد به شرطی که بخوای. این حرف آخرتونه؟ نه خیر، حرف آخر من اینه. میدی پیش مادر. حداقل میذاشتی یک ساعت بگذره بدن گذاشت کامله به مامانت میدادی. بله سلام. بله رفتن. حالا که چی؟ الان تو زنگ زدی نظر منو تغییر بدی؟ نه خیر خانم، شاید آینده الناز برای شما مهم نباشه، برای من خیلی مهمه. اگه آسمون به زمین بیاد این پسر به درد الناز نمیخوره. شما هم اگه خیلی نگرانشی یک کاری بکنی که از ذهنش پاک بشه این پسر. نمیدونم تو سرش چی میگذره. داره پوست میندازه، داره از پیلش بیرون میاد. میترسم قاسه، میترسم دوباره از دستش بدم. زندگی پر از آزمون و خطاست. این بچه قبل از این فقط درس خونده، چیزی از زندگی نمیدونه. تو این دو سال بزرگ شده، داره مرد میشه. وقتش که بذاریم خودش تصمیم بگیره. فکر میکنه پسش بر بیاد.
سیلند بالا رو یه چک بکن ببین روغنش کم نشده باشه. واسکازین هم بزن بهشون. آقا علی سلام مهندس. سلام. بلش کن این رو تعطیله. یعنی چی تعطیله؟ اینا تا دیروز داشت مثل ساعت کار میکرد بعد یهو خوابید. آره دیگه با آدمی زدم با این همه اهن و طوله پشی عطسه میکنه میفته زمین پروندهش بسته میشه. دلیل نمیشه که بعدش همین سن و سالی داره. نگاش کن همه جاش فرسوده است دیگه. باور نمیکنی؟ بیا ده تا دیگه توی ردیف هست بهت نشون بدم. بیا ببین مهندس حرف شما حجت، ولی اگه قرار اینجوری پیش بره که تا یه هفته دیگه کل کارخونه تعطیله. خب میگه چیکار کنم؟ میخوای منو مهندس دو نفری بریم تو شکم همه تحریما؟ یعنی الان مشکل تحریمه؟ از چیه؟ خب مریض خودت ببین دیگه، این تمام قطعاش تا آخرین پیچش وارداتیه. خب این تحریم های ظالمانه بعد چجوری کمرمونو شکونده؟ همینه دیگه. تایی شما میگی بعد چیکار کنم؟ هیچ، باید بشینی منتظر معجزه باش. امیر علی بهتر نمون رو به شما میکردی؟ یه جوری دارم نگاه میکنم اینگه دوست گرفتن بابا آدم های خونگرد میکنم. یکم بفهمن که اومدیم چیکار کنیم با اون هم کاری میکنم. میگم میفرستم اون دم بخونم سر شوفه باشم اینجا به نونو نبرد فوق خوبه دیگه صدا هم میپیچه میکروفون باشم. سلام آقا علی. سلام. سلام خوش آمده آقا رسول، علی آقا، آقا فوق از دوستان اومدن امروز کمک کنن دستگاه رو ایبیابی کنیم بلکه هم بتونیم باشون بندازیم. ولی مشکل مهندس بیشتر از اون چیزی که فکر میکنی. اینا به خاطر تحریما نمیتونن قطعه وارد کنن. آه اون خودم اصلا متخصص دور زدن تحریما اون جناب سر. خوشبختم خلیل هستم. آه خلیل منظورشون اینه که این قطعات خراب تحریمی و ما خیلی هاشون رو تعمیر کردیم یا حتی درست کردیم. بسیار عالی. من شک ندارم اگه کنار هم باشیم به هم کمک کنیم میتونیم دوباره کارخونه رو روش بندازیم. آقا ابراهیم و دوستای شما هم برمیگردن. ردیفه یالتون راحت. ما هم با بچه‌ها مثل کو پشتتون هستیم. آقا یه زحمت می‌کشی به بچه‌ها نشون بدی جایی رو. بله. بچه‌ها بفرمایید دستگاه رو بهتون نشون بدید. بفرمایید. سلام. یادم نمیاد اجازه داده باشم چهار تا غریبه بیان تو کارخونه. اینا سه تا با خودت میشن چهار تا دیگه. بعد میخوایم مشکل کارخونه رو حل کنیم. مشکل اصلی این کارخونه الان خودت توی که فکر میکنی اینجا بی سر و صاحبه. مشکل تو با من چیه؟ هدیه رو شخصیش نکن مهندس. هر کس اینجا یه مسئولیتی داره. مسئولیتی تو چیه؟ اصلا چی کاره ای؟ من فقط میخوام به تو ثابت کنم که میشه این دستگاه رو خودمون را بندازیم. غیر ممکنه. این دستگاه همه شون وارداتیه. تک تک قطعه هاشون باید از اون ور بیاد. امتحانش که ضرر نداره. برای اینکه امتحانش هم بکنی باید از مهندس اجازه بگیری. خیلی خوب پس عجله بود. خیلی وقت نداره. حالا از اتاقش بیرون نیومده. محشید بیشتر هواش داشته باش. تنهاش نذار. همیشه دور از مادر بوده. یه جورایی براش مادری کن. من النازو مثل دختر خودم دوست دارم. اما این وسط نمیدونم طرف کدومتون رو بگیرم. تو خفا با من باش. تو عیان با اون. بذار احساس کنه وکیل مدافع داره. وقتی بهت اعتماد کنه اون وقت تو بهتر میتونی بهش بفهمونی که موندنش اینجا ازدواج با اون پسر مثل تیر خلاص میمونه به خودش به آیندهش. نمیدونم ولی کار راحتی نیست. باشه
حالا بعدن با هم حرف میزنیم. کاری نداره هستم. باش، خداحافظ. مواظب خودت باش. خداحافظ. بله؟ آقا این پسره دیگه شورشو در آورده. هر کاری دلش میخواد داره میکنه. کی؟ همین امیرعلی. خودش کم بود، دست دوستاش هم گرفته ورداشته و ورده تو کارخونه، ریختن بالا سر دستگاه، همه دل و جگر دستگاه رو ریختن بیرون، به خیال خودشون دارن عیبیابی میکنن. واقعا؟ عجب جونوریه این. آقا آخرش این پسرها و دوستاش شر میشن برامونا. اونا که نمیدونن خرابیه دستگاه و قطعاش کار خودمونه، پس فردا بفهمن میرن همه جا جار میزنن رسوامون میکنن. داره ازش خوشم میاد، آشکار خوبی داره، جسور، جنگنده، از خیلی بهتره. در صورت من بهش گفتم دیگه حق ندونه بدون اجازه شما نزدیک دستگاه بشه. باشه، برو بهش بگو بیاد اینجا. ارشیا، آروم با احترام. چش. میشه؟ اصلا حوصله نصیحت ندارم. میشه تنها بذاری؟ لطفا. نمیخوای بدونی نظر من در مورد امیرعلی و خانوادش چیه؟ خیلی آدم حسابیم. یه خانواده اصیل و ریشه دار. چرا اینا رو به بابا نگفتی؟ نگفتم چون دلم نمیخواست پدرت فکر کنه که من و تو یه تیم شدیم و روبروش وایستادیم. با چه فرقی داره؟ اون به هر حال مخالفه. همه پدرها اولش مخالف ازدواج دخترشونه، چون فکر میکنن اونا دست میدن. اما این موقتیه. پدرت دیر یا زود میفهمه که باید عشق تو رو با یکی دیگه تقسیم کنه. من بدجور گیر کردم محشید. از طرفی نمیخوام دل بابا بشکنه، از طرفی هم میدونم داره در مورد امیرعلی اشتباه قضاوت میکنه. میخوای نظرشو عوض کنی؟ دلشو به دست بیار، بهش محبت کن، بذار بفهمه که قرار نیست کسی جای اونو تو قلبتو پر کنه. اون وقت باید کنار میای. من چندین بار به ایشون تذکر دادم. سلام. فکر نمی کردم دهنت اینقدر شفت و بست داشته باشه که به الناس چیزی نگی. آفرین، خوش آمد. من هیچ وقت کاری نمی کنم که الناس خانم رو برای شما قرار بگیرم، اما هر کاری میکنم نظر شما نسبت به من عوض بشه. اینجوری؟ که
که دست رفیقاتو بگیری بدون اجازه بیاری تو کارخونه من بیفتن به جون دستگاه ها؟ شما که نمیشناسینشون. اینا همه تو کار خودشون متخصصن. شاید باورتون نشه خیلی از قطعه های مهم هواپیما ها رو که نمیشه وارد کرد اینا توی کارگاه کوچیک با امکانات کم میسازن. آفرین. بارکلا. کارشون خوب انجام میدن. اما این دلیل نمیشه که بدون اجازه بیان تو کارخونه من هر کاری که دوست داشتن انجام بدن. هیچ کاری بدون رضایت شما انجام نمیشه. ما الان فقط داریم بررسی میکنیم ببینیم عیب و ایراد دستگاه در چه حد و اندازه ایه. کدوم قطعه باید عوض بشن، کدوم قطعه خرابن، کدوم باید تعمیر بشن. همین. لازم نیست. همه قطعات قراره وارد بشن. اما واردات برای وقتیه که ما خودمون توان تولیدشون نداشته باشیم. اگه موفق بشیم که شما تو تامین قطعه خودکفا میشید. یعنی الان تو اومدی اینجا به من یاد بدی که چطوری کارخونه مو اداره کنم؟ نه. پس چی؟ میخوای بگی بیشتر از من حالیته؟ نه، من همچین جسارتی نکردم. ببین پسر جون، من هیچ علاقه‌ای به کار دستی شما ندارم. پس همین الان دست دوستای دانشمندتو بگیر و از این کارخونه ببر بیرون. اگه به خاطر لجبازی با من این کارو میکنید خواهش میکنم ادامه ندید. الان مهمترین مسئله نجات کارخونه است. مهمترین مسئله اینه که من از شر مزاحمت‌های شما نجات پیدا بکنم. پس دستشونو بگیر، ببرشون بیرون. همین الان. مهندس خسروی. جونم آقا. ببین از کارخونه میرن بیرون یا نه؟ چند تا از این دستگاه رو بررسی کردم. خب فقط نیازمند اینه که چند تا این کارگرا که رو دستگاه کار میکنن بیاریم یه مشورتی ازشون بگیریم. میگم زنگ زدم آخر قرار شد لیست قطعات معیوب برام بفرسته. جمع کنیم بریم. بریم کجا؟ بریم هنوز شروع نکردیم. نمیخواد با ما کار کن. یعنی چی نمیخواد با ما کار کنه؟ این همه آورده داره واسش. میگه قطعه رو وارد میکنم. میگم این چش دیونن یا پولی زیادی کرده؟ اینجور خب کلی صرفه جویی میکنه تو از ایناش. آقا اصلا به خاطر خواستگاری. خاطر من. هرچی. خواستگاری چی؟ من تو خوشش نمیاد؟ با ما هم ازت خوشمون نمیاد. ولی دلیل نمیشه به خودمون ضرر بزنیم که. آقا جمع کنیم بریم. یه دارو اومد. او چه ته یارو میگه کیه قش میترسی؟ خدا با کلی میگه چه صورتش ها؟ یه چیزی بگو باید بیاد. آقا شاهد باشه این درمون رو وسوسه میکنه. برم تحریک کن میکنه. خدا جرام نگیر میگیرم بوده. مران کسیم. بله، همش. اگه قول و قرارم با گوهران نبود شاید پیشنهادشون قبول میکرد. آقا از شما بعیده. ما اصلا چیزی از این پسره نمیدونیم.
منظورت چیه؟ از قرار این آقا مهندس ما با این ظاهر آدم حسابیش یه گذشته کج و کله داره با کلی بدهی. تو این را کجا میره؟ دیروز که شما از اینجا تشریف بردین یه بابای اومد اینجا گفت 200 میلیون تومان از همین امیرعلیه طلب داره. دروغ هم نمیگفتم، از قرار سفته داره ازش. از آقا اینوز که یه بخشی از ماجراست، گفت یه گذشته یه سیاهی داره، من رو نکرده. چه گذشته ای؟ نفهمیدم. خیلی طرف پر رو عزه بود، به این راحتی ها آمار نمیداد. خب رازیش میکردی؟ تلاشمو کردم ولی بد جور درمیگرد بود. توقع داشت کل سفته هاشو براش پاس کنه. 200 میلیون؟ آقا سر همین 200 میلیون هم کلی منت گذاشت سر من، ولی خیلی به خودش مطمئن بود. میگفت یه چیزایی از این پسره میدونه که اگه به اون بگی برای همیشه بربندش بسته است. براتون تاتوشو در میارم، اگه تونست ثابت کنه میشینیم باید صحبت میکنیم. هر طور این بستگی داره اصلا شما بخواید وارد قصه بشی یا نه. سینا وردا وردا اینجا آخه گفتم جو کار میکنیم بخوریم. اونه تو جنوبه برات زدم دیوونه وار بخور. آقا رسول بفرما. میشه جونتون قبل اینکه بیان یه چیزی زدم. بیا امیرعلی بیا که اگه بشید اومده خانواده فقط باید نونو بغلمون بزنی. ولی خدایش دمه دیگر امیرعلی، این روزا ازدواج به دختری که باباش کارخونه داره رو فقط باید تو کارتونه ببینی. چی میگید بابا؟ من اصلا فکرم جای دیگه است. فکرت الان دقیقا کجاست؟ یوسفیان اگه از من بعدشم بیاد به خاطر نجات کارخونهش نباید به پیشنهاد ما مخالفت میکرد. حالا تو هم زود قضاوت نکن، بازم طبیعی طرف نخواد خواستگار دخترش که از قضا دل خوشی هم ازش نداره بیاد بشه ناجی کارخونهش و جلوش قدلم بکنه. راست میگه، تو الان دست بالا بگیری تا آخر عمر زبون جلوش درازه. چرت نگو، من همچین آدمی هم؟ اینو آدم نیستی، این که نمیدونه. آقا ما میگم زیر پوستی کمکش کنیم ها؟ یه جور هم مشکلش حل میشه، هم معذر نمیشه که چرا دماد آیندهش نجاتش داده. راست میگه آقا، نظر چیه امیرعلی؟ چطوری یعنی؟ ما میگم زن بزنیم میگی آقا خلیل با او کارگر اخراجیه چی بود اسمش؟ ابراهیم. ها همو ابراهیم زن بزنیم بلند شن بیان اینجا، به هر حال چند سال اونجا دارن کار میکنن دیگه، چه مخم دستگاه ها باخبرن. بیان کمکمون کنن یه سری قطعه معیوب بیارن اینجا سوسکی روشون کار کنیم. به نتیجه هم که رسیدیم دو دستی تقدیم پدرزن آیندت میکنیم و خلاص. ها؟ راست میگم، اینجوری غافلگیر میشه همون دقیقه جواب مثبت میده. فلتون کنن تو صبح چرت میگید. الان خودم بهش زنگ میزنم. یه لقمه بده. نظرم عوض شد. میدونم میخوایی دوباره درست کنم ها؟
خسته نباشی. خیلی ممنون. دیر اومدی امشب؟ یه خورده کارم طول کشید تو کارخونه. الناز کجاست؟ تو اتاقشه. به زور یه لقمه غذا بهش دادم. دو روز گرسنگی بکشه بهتر از اینه که یه اون بدبخت بشه. باهاش حرف زدم. تفلک دلش خیلی شکسته. درست میشه. از اینجا که بره درست میشه. مانی کجاست؟ با دوستاش بیرونه. الان دیگه پیداش میشه. قافل شدم از این پسر. شام حاضره؟ آره قربونت برم. تو دستتو بشوری برات میارم. فردا اول وقت میری سراغ زن مفیدی. خدا بیامرزتش. بهش میگی سفتایی که شوهر داده بود تو پشتشو امضا کردی. پس بیا تکلیف ما رو مشخص کن. قبل چهلون پولو میدی یا بعد چهلون با مأمور بیام سراغت؟ میگم زایه نیست این تازه شوهرش فوت شده بچه‌هاش یتیم شدن. زه نزن دادم خبر در نیار. برو دنبال کارت. کاری که میگم انجام بدم. باشه فقط یه خورده پول برام جور کن چون مادرم خیلی مریضه. باید برم جاوه سیتی اسکن چی بگیرم. همش نق میزنی ها. راد نزن. او رده کارو. من وایسم؟ نه برو. سلام آقا اصلان. مخلصم. اینجا چی کار میکنی؟ اومدم باهات حرف بزنم. خب میوادی بالا؟ گفتم شاید خیلی را دستت نباشه در این مورد تو محل کارت صحبت کنی. در مورد چی؟ پیشنهادت دیگه. آها خب من مهندس حرف زدم. حاضر باهات معامله کنه. در مهندس که خوبه. من برم سفتار بردارم میام. اینجا نه. فردا بیا کارخونه. اگه اداد ثابت شد 200 میلیون تو حسابته. باشه. قبول. پس قرارمون فردا کارخونه. خوبه. میبینم از. خداحافظ. خداحافظ. آقا سلام. من این پسره رو دیدمش. فردا میاد کارخونه. باش. خداحافظ. صبح بیا کارخونه. نه بابا من دیگه تو اون کارخونه کاری ندارم. چرا داری؟ یه آدم جدید هست که میخوام ببینیش. کیو؟ عجله نکن به وقتش میفهمی. مطمئنم که حسابی غافلگیر میشی.